من مصطفی عزیزی هستم. 12 بهمن 1393 وقتی که به دادسرای مقدس رفتم و تفهیم اتهام شدم، مرد هیکلمندی اومد و اولین کاری که کرد عینکم رو گرفت، برداشت. چرا؟ به خاطر اینی که عینکی که ابزاری برای دیدن میتونست ابزاری باشه برای خودکشی کردن و دیگر هرگز ندیدن، به همین خاطر میگرفتن تا خودکشی نکنه کسی. بعد چشم‌بند زدن به چشمم. وقتی که چشم‌بند زدن به چشمم، تمام صداهای عالم ریخت توی سرم ناگهان. حتی صداهایی که ممکن بود تو کودکی شنیده باشم یا توی فیلم دیده باشم یا صحنه تئاتر دیده باشم یا دعوای داخل خانه، اینا همه ولوله‌وار تکرار میشد و تکرار میشد، تکرار میشد. یه جمله از توش در میومد، این جمله مرتب تکرار میشد، همون جمله، جمله ای که مثلا ای کاش سوار هواپیما نشده بودم، ای کاش نیومده بودم، ای کاش برای چی اومدم. بعد همین جمله هی تکرار میشد، تکرار میشد، تکرار میشد، تکرار میشد، تکرار میشد، تکرار میشد، تا منفجر بشه، مغز منفجر بشه و ساختار ذهنی فرو بریزه. و این چیزی بود که بازجو میخواست. بازجو میخواد ساختار ذهنی متهمو بریزه به هم. و کسی در این نبرد پیروز میشه که اجازه نده ساختار ذهنیش بریزه به هم. چون اگر ساختار ذهنی آدم بریزه به هم، همینجور سقوط میکنه، سقوط میکنه، سقوط میکنه، سقوط میکنه، سقوط میکنه، تا وقتی که دیگه یک دفعه از خود اون مأمورها مأمورتر میشه، از خود بازجوها بازجوتر میشه. و این موجب میشه که از نظر روانی اصولا به هم بریزه. شب اول واقعا شب بسیار سختی بود. یعنی من 10 ثانیه بیشتر نمیتونستم بخوابم. 10 ثانیه یک چرت میزدم از خواب میپریدم و دوباره میرفتم، برمیگشتم، دراز میکشتم، 10 ثانیه بعد میپریدم از خواب. 3 تا پتو داده بودن به ما. این 3 تا پتو رو، یکی برای زیر، یکی برای اینی که مثل بالش ازش استفاده کنیم، یکی هم برای اینکه رومون بندازیم. بعد یکی از پتوهای من جر خورده بود. بعد من در جوانی، یعنی وقتی که مثلا 18-19 سالم بود، یک کتاب از فرانکل خونده بودم، روانشناس آلمانی که توی اردوگاه آشویتس بود و دشواری‌های زیادی رو تاب آورده بود و بعد از اینکه آزاد شد با فروپاشی نظام هیتلر، یک مکتب روانشناسی درست کرد به نام لوگوتراپی و یک کتابی منتشر کرد به نام انسان در جستجوی معنا. خوندن این کتاب خیلی برای من خوب بود در مقاطع مختلف. یکی تو جنگ خیلی به دردم میخورد، یکی هم تو همین انفرادی که خیلی به کارم اومد. کل حرفش اینه که شما اگر در شرایط دشواری قرار گرفتید، برای قرار داشتن تو اون شرایط دشوار یک معنایی برای خودتون بتراشید و بتونید یک جوری تفسیر کنید این بودن در اون مرحله رو که معنادار باشه. و من مثلا کارهایی که میکردم اینه که این 3 تا پتو رو به صورت گلوله میکردم تا یک سکو مانند بشه و روش مینشستم موقع نهار یا شام، وقتی که غذا رو از سوراخ کف چیز میدادن داخل، من بر میداشتم اینا رو میذاشتم، مینشستم روی اون و تصور میکردم در یک رستورانی هستم، تصور میکردم در یک رستورانی هستم و توی اون رستوران نشستم و
موزیک داره پخش میشه و با دوستان داریم معاشرت میکنیم و من غذا میخورم. این به من یک آرامشی میداد، یعنی باعث میشد که تمدن خودم از دست ندم. بعد بعضی وقتا یه میوه‌ای هم میدادم، مثلا نارنگی میدادم، نارنگی پوستاشو میکندم، مثل اتکلون ازش استفاده میکردم و اتکلون میزدم. روز دوم برای اینی که ذهنم فرو نپاشه به این فکر افتادم که باید یه فیلمنامه بنویسم و یک ایده که تو بازجویی به ذهنم رسیده بود پیدا کردم و همون ایده رو گرفتم و تبدیلش کردم به یک فیلمنامه. فیلمنامه هم چون کاغذ قلم که نداشتیم، باید تو ذهنم مرور میکردم فیلمنامه رو. سکانس اول، صحنه اول، صحنه دوم، صحنه سوم، صحنه چهارم، صحنه پنجم. تو صحنه پنجم یه اتفاق میافتاد که فکر می‌کردم خب برای اینکه این اتفاق بیفته باید صحنه دوم یه تغییری پیدا بشه، برمیگردم به همه اینا تو ذهن. به این خاطر ذهنم دیگه جای نداشت برای چیز. بعد به خاطر اینی که خسته کنم خودم در واقع، و چون من اساسا عادت داشتم که موقع فیلم نامه نوشتن هم حتی قدم میزنم و در حالت عادی بعد میرم مثلا تایپ میکنم میام قدم میزنم، حالا اونجا اون بخش تایپ کردنش نبود، بعد میخواستم قدم بزنم. 3.5 متر طول در واقع سلول بود، 1.5 متر عرضش. بعد از این فرشای موکتی، موکتایی که شبیه فرشه، کف اونجا بود و این گلای کنارش شمردم، 108 گل بود. بعد یه مهر نمازی هم اونجا بود، یه مهر نمازی اونجا بود و من وقتی که فیلمنامه میخواستم بنویسم قدم میزدم، میرفتم برمیگشتم میشد 7 متر، 10 بار که میرفتم میشد 70 متر. این مهر رو می اومدم جا به جا می کردم، یه گل جا به جا می کردم، یه گل 70 متر، 2, 3, 4، 100 گل که می رفت می شد در واقع 7 کیلومتر و اینجوری روزی 10 تا 12 کیلومتر راه می رفتم. بعد آخ من تو این رطوبتی که تو این زندان بود یه روماتیسم میگرفتم که دیگه از یادگارهای ماندنی زندان برام موند. الان ببخشید نشستم یه ذره درد گرفت مفصلام. آره داشتم میگفتم اونجا یک فن بود که مرتب صدا میداد و بعضی وقتا این فن از کار میافتاد و وقتی از کار می افتاد دو تا خانم داشتن با هم دیگه حرف می زدن راجع به مسائل مختلف، چجوری بازداشت شدن، بعضی وقتا سرود می خوندن، بعضی وقتا حرف می زدن راجع به زندگیشون و این شیرین ترین لحظه زندگی من بود اون موقع، چون احساس می کردم که تنها نیستم و یک انسان های دیگری دور و برم هستن که این مرحله رو گذروندن و الان توی یک انفرادی، ولی خب مثلا 2 نفر هستن و دارن با هم حرف میزنن. بعد روی دیوار شعارهای مختلفی نوشته بودن، شعارهای نوشته بودن برای اینکه مثلا بعضی شعر نوشته بودن خود من یه، ولی چون من عینک نداشتم اینا رو تار میدیدم، باید میرفتم جلو و چشامو تنگ میکردم تا بتونم بخونم. یکی نوشته بود که این متن بلند بالایی نوشته بود که مثلا اینجا تو موقع بازجویی پس دادن حواستون رو جمع کنید، حرفی نزنید که کسی رو گرفتار کنید تا خودتون رو به اصطلاح رها کنید، نه خودتون رها میشید و بعد یک عمر عذاب وجدان خواهید کشید به خاطر اون حرفایی که زدید. بعد ما این اونجا که در واقع خود منم یه شعرهایی نوشتم، یه متنایی نوشتم روی دیوار که همش امیدواری میداد، مقاومت میداد. بعضی وقتا دیالوگ های
داخل همون فیلمنامه‌ای که می‌نوشتم و تو ذهنم می‌نوشتم یه دیالوگش خوشم میومد، چیز می‌کردم، یادداشت می‌کردم، تو روی دیوار می‌نوشتم. بعد شب که میشد در واقع تنها صدایی که مقداری زمان رو تنظیم میکرد برای اون که بفهمیم یه روز گذشت، صدای اذانی بود که با یک صدای نکرهی پخش میشد در اونجا. و بعد ولی به خاطر همینی که ذهنم رو خیلی مشغول میکردم و راه زیاد میرفتم و خیلی هم لاغر شده بودم، یعنی تنهای امتیازش این بود، شب میتونستم راحت بگیرم بخوابم و در رویاهای شیرینم به آیندهی فکر کنم که آزاد، جامعه در ایرانی آزاد، برابر و آباد زندگی کنیم. با رویاهای شیرین و خوش میتونستم به خواب برم و صبح با انرژی از خواب پاشم و بعد به اتاق بازجویی برم و یک بازجویی خوب پس بدم با روحیه عالی. این بود شبهایی که کابوس بود و کابوس.